عزت. آیدن تا چرا سوید؟ آیدن تا چرا سوید؟ آیا احمدی بسه همینجا آیدا تو بسه آیدا تو بیه بسه یه میگان ما اینجا شناس نیاز داریم آقا نزن آیدا تو این نوکم بیه بسه آقا اینجا کار اینجا بالا مرسی یه ذره بالا نگاه کن آقای دکتر همش گفتن بیا آقای آقا من سر به هوا نیستم یه بار دیگه های دو هفته پیشتوری علی القاعده آشنایی عمیق با حجم و تنوع مشکلات داخلی و مسئله ثبات در شرایط سیاسی و امنیتی منطقه‌ای و بین المللی به انصراف از پذیرش دوره مسئولیت دعوت می‌کند. از سوی دیگر شناخت عمیق از منابع وسیع و بزرگ انسانی و طبیعی و ظرفیت‌های فوق‌العاده و کم نظیر سیاسی، فرهنگی و تمدنی ایران برای هر ایرانی آشنا و آگاه در جهت ورود و مشارکت برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگتر از صمیم جان برانگیزاننده است. مقایسه وضعیت جاری کشور با جایگاه شایسته مورد انتظار برای نام فرزانه و ملت دردانه ایران به دلیل اختلاف پتانسیل بالا به نحوی انقلابی شورآفرین است. در این میان البته مشاهده اوضاع اقتصادی و معیشتی اکثریت قاطع مردم که رنج گذران زندگی را تا عمق استخوانشان نفوذ داده و عمق جان هر فرد آگاهی را متأثر و نگران می‌کند. دردمندانه تر وضعیت زندگی آینده بسیاری از آنان را با نگرانی شدید دنبال می‌کند. با این همه آگاهی از تفاوت بین شرایط موجود و وضعیت مطلوب و مسئولیت و انگیزه‌ای که برای تغییر و بهبود اوضاع در خود احساس می‌کنم در موازنه با آگاهی عمیق از سنگینی مشکلات و مسائل گوناگون کشور قرار دارم. در این ارتباط اما این جانب اطمینان دارم که همه مسائل کشور با استفاده حد اکثری از ظرفیت‌های ملی مبنا قرار دادن رأی و نظر عموم مردم، همدلی و همکاری جمعی، بهره‌گیری شایسته از دیدگاه‌ها و تجربیات استادان صاحب نظر و متخصصان کارآمد و در پرتو همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل سازنده با جهان و اولویت دادن به توسعه مناسبات نویژه اقتصادی در عرصه بین المللی حل شده نیست. رجای واثق دارم که میتوان دوره جدید و شکوهمندی را بر مبنای خردورزی، وحدت و همکاری و تلاش جدی برای سازندگی و پیشرفت کشور و بهروزی ملت رقم زد. آنچه امروز عزم این جانب را برای حضور در عرصه انتخابات جذب کرد، خا
خواست اقشار مختلف مردم شریف از سراسر کشور است که برایش‌های مختلف و از جمله به طور حضوری ضمن اظهار لطف و محبت مصرانه از خادم خود خواستند که به این عرصه ورود نمایم. بنده این درخواست ها را فرمان ملت دانسته و با افتخار از آن پیروی کردم. همچنان که پیشتر تأکید کردم، مهمترین انگیزه، هدف و برنامه کاری بنده تمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم از طریق سامان بخشیدن به وضع اقتصادی کشور، ارتقا و بهبود فضای کسب و کار، پایان بخشیدن به رانت و انحصار و محدود ساختن دخالت‌های بی‌رویه دولت، رفع موانع و گشایش هرچه بیشتر برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان و بسترسازی برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود. اعتقاد راسخ دارم که مبارزه جامع با مظاهر فقر و تنگدستی و ارتقاء سطح درآمدها و شاخصهای رفاه و برخورداری از طریق تولید حداکثری ثروت از نظر هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی شالوده اساسی برای ریل گذاری دیگر برنامه‌ها در توسعه همه جانبه کشور و تأمین منافع و تضمین مصالح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود.